بایدن: با پوتین به شرط حمله نکردن به اوکراین گفتگو میکنیم. کرملین: هیچ برنامه مشخصی برای گفتگو نداریم. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای با بیان اینکه بایدن پذیرفت به شرط عدم حمله اوکراین با پوتین گفتگو کند، گفته آمریکا آماده است در صورتی که روسیه جنگ را انتخاب کند، عواقب سریع و شدیدی را به این کشور تحمیل کند. در واکنش به این موضوع، کاخ کرملین اعلام کرده هیچ برنامه مشخصی برای نشست بین پوتین و بایدن درباره اوکراین وجود ندارد، اما چون این تماس یا ملاقاتی هر لحظه می‌تواند ترتیب داده شود. واشنگتن پست نیز در گزارشی با استناد به نامه آمریکا به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اقدام روسیه برای آماده کردن فهرستی از اوکراینی‌ها و مخالفان تبعیدی روس و بلاروس خبر داده که قصد دارد پس از حمله به اوکراین آنان را هدف قرار دهد یا زندانی کند. در این برنامه دیدگاه آخرین تحولات در ارتباط با بحران روسیه و اوکراین را در گفتگو با بهاره خدابنده، خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به اوکراین بررسی می‌کنیم و از اقدامات آمریکا و اروپا در این باره می‌پرسیم. خانم خدابنده، شما به عنوان خبرنگاری که الان در اوکراین حضور دارید، به ما بگید زیر پوست اوکراین چی می‌بینید؟ تحولات اوکراین به سمت جنگ پیش میره یا امکان بازگشت آرامش به نظر شما وجود داره؟ چه تحلیل‌هایی در این باره وجود داره؟ ببینید، نظرهای بسیار متفاوتی هست بین مردم که خیلی هم جالبه که انقدر میتونن با هم دیگه فرق بکنن. همین افرادی که اینجا زندگی میکنن، از کسانی بگیرن که ترک کردن همین الان هم کشور رو یا حداقل از کیف بیرون رفتن و در دهکده و شهرهای اطراف الان مستقر هستن، برای اینکه فکر میکنن که هر لحظه این حمله ممکنه که اتفاق بیفته. منتها خب یک بخش بزرگی از مردم هم تکیه میکنن برای اینکه روابط اوکراینی ها، مردم اوکراین رو داریم میگیم، با روسی ها بسیار آمیخته است، به خصوص اگر که به شهرها و دهکده های مرزی سر بزنین. اینا فکر میکنن که خب اینها برادرهای ما هستن، دوستان ما هستن، و خیلی از تحلیلگرها هم فکر میکنن که اگر روسیه بخواد مستقیما حمله بکنه به اوکراین، روی خود روس ها، یعنی خیلی از مردم روسیه، اینجا آسیب خواهند دید، و این برای ولادیمیر پوتین در کشور روسیه، در داخل روسیه بسیار مشکل ساز خواهد شد. برای همین فکر میکنن این جلوی ولادیمیر پوتین رو میگیره که بخواد حمله مستقیما روی شهرهای بزرگ اوکراین داشته باشه، به خصوص روی شهرهای پرجمعیت. اما یه عده دیگه هم اینطوری فکر میکنن که روسیه از این طریق سعی میکنه اوکراین رو تحت کنترلش قرار داشته باشه، که همیشه اوکراین رو در همین شرایط نزدیک به جنگ نگه داره، همینطوری که در 8 سال گذشته هم نگه داشته. و این باعث میشه که اقتصاد اوکراین پیشرفت نکنه، شرایط داخلی بی‌ثبات باشه، و بنابراین اوکراین همیشه زیر سایه روسیه باقی بمونه. وزیر خارجه اوکراین بر پیوستن کشورش به ناتو تأکید کرده. نگاه روسیه به این موضوع چی بوده؟ ببینید، خب دعوای اصلی سر همین پیوستن اوکراین به ناتو هست. کل موزل پوتین همینه و کل موزل اوکراین هم همینه. خب با توجه به اینکه اوکراین مرز بسیار وسیعی با روسیه داره، ولادیمیر پوتین اصلا نمیتونه این رو بپذیره که الان نیروهای ناتو توی کشور اوکراین حضور داشته باشن، به خصوص اینکه در سالهای اخیر توی کشورهای اطراف اوکراین هم در کشورهای اروپای شرقی خیلیشون به ناتو پیوستن، به عضویت ناتو در اومدن. اما خب الان از یک طرف میبینیم که آمریکایی‌ها و همینطور ناتو حاضر نیست که سیاست‌های خودش رو عوض بکنه، و اینکه به تصمیم خود اوکراین میذاره که آیا میخواد عضو ناتو بشه یا نه. اما از طرف دیگه میبینیم ولادیمیر پوتین هم اصلا حاضر نیست کوچکترین قدمی به عقب بشینه، اصلا نمیخواد بپذیره این رو. این اصلا دلیل و اصلی جنگ بر سر همینه که پوتین از ناتو میخواد اجازه نده اوکراین به ناتو بپیونده، و ناتو هم از اون طرف میگه این تصمیم اوکراین، نه ما. اوکراین همینطوری که به نظر میاد امروز هم باید که تاکید کردن که قصد عقب نشینی ندارم و همچنان میخوام به ناتو بپیوندم. ارزیابی ها در اوکراین از امکان دیدار بایدن و پوتین چیه خانم خدابنده؟ تا چه اندازه اون رو محتمل میدونن؟ ببین، این که اصلا این اتفاق بیفته، این نشست یا نه، خودش الان مورد سواله، خودش کاملا زیر سواله. برای اینکه همون موقعی که مکرون گفتش که اینها هر دو پذیرفتن که بشنن با هم دیگه گفتگو داشته باشن، خب خیلی امیدوار شدن، خیلی هم فکر کردن که نه، خب شاید این به این علته که نشست‌های دیگه و مذاکرات دیگه به نتیجه نرسیده بین مقام‌های دیگه، به خصوص وزرای خارجه مرتبا در هفته‌های گذشته با هم دیگه دیدار داشتن و خیلی نگران از اینن که شاید نشست‌ها چون نتیجه نمیده، اینا دیگه به عنوان قدم آخر و زور آخر میخوان که این دو نفر رهبر اصلی رو بیارن کنار هم دیگه بشونن که به نتیجه برسه. اما می‌بینیم که همون
چند ساعت بعد از اینکه مکرون این حرف زد هم کرملین روی هیجان ها اونهایی که مثبت فکر میکردن به این موضوع یه آب سردی ریخ با گفتن اینکه ما هنوز هیچ تصمیم قطعی نداریم که مستقیما بایدن بخوایم وارد مذاکره بشیم، ولی میدونیم که بلینکن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه بریتانیا، اینطوری که میگه بایدن کاملا آماده است که سر این میز مذاکره بخواد بشینه و صحبت بکنه، اما خیلی هم فکر میکنن که این تصمیم گرفته شده برای حمله و حتی این دیدار هم فایده ای نخواهد داشت. اروپا در منازعه بین اوکراین و روسیه چه سیاستی داشته و چطور عمل کرده خانم خدابنده؟ از یک طرف آلمان رو داریم که بار دیگه تاکید کرده که اگر که روسیه بخواد حمله ای بکنه این حمله عواقب سخت خواهد داشت. گفتن که اگه به خصوص اگر روسیه بخواد زمین از خاک اوکراین باز دوباره جایش رو بخواد تصرف بکنه عواقب سنگینی داره و تحریم های سنگین روسیه باش روبرو خواهد شد. اما در نهایت گفتن که اینکه تصرف خاک چه تعریفی داشته باشه رو ما خودمون تعریف میکنیم، یعنی باز دوباره راه رو باز گذاشتن. بنابراین آلمان همچنان هنوز که هنوز است، یکی به نل میزنه با یکی به میخ، از یک طرف میگه تحریم میکنیم ولی از طرف دیگه هم هنوز مشخص نیست تحریم ها چی میخواد بشه، به خصوص سر این جریان خطوط گازی نورد استریم 2 آلمان هنوز موضع چندان مشخصی نگرفته. ولی از بریتانیا جانسون بیشتر شنیدیم در روزهای اخیر، به خاطر اینکه بریتانیا خب برخلاف آمریکا بیشتر از اینکه بخواد تهدید نظامی بکنه روسیه رو تهدید تحریمی میکنه، اما به خاطر اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپایی خواسته که به جای اینکه تحریم ها رو بذارن زمانی انجام بدن که اعمال بکنن که روسیه حمله رو کرده باشه به اوکراین، میگه هر چه زودتر این تحریم ها رو اعمال بکنید یا حداقل یک لیستی از این تحریم ها بدین که روسیه بدونه عواقب کارش دقیقاً چه هست. بنابراین بوریس جانسون دیروز اعلام کرده که یک بخش از بسته تحریمی که قبلا معرفی کرده بودن که گفته بودن این بسته تحریم رو روی روسیه خواهیم گذاشت، هرچند جزئیاتش نگفته بودن، بوریس جانسون گفته که یک بخشی از این خواهد بود که شرکت‌های روسیه اجازه نخواهند داشت به دلار و پوند کسب و کار خودشون رو ادامه بدن، که حالا به گفته او این یک ضربه سنگینی بر اقتصاد روسیه خواهد. از نظر حقوق بشری در صورت حمله روسیه به اوکراین شاهد چه وضعیتی خواهیم بود خانم خدابنده؟ چه هشدارهایی در این زمینه داده شده؟ ببین قبل از اینکه به هشدارهای حقوق بشری بعد از جنگ بخوایم بپردازیم، من یه اشاره‌ای بکنم به اینکه این مسئله حقوق بشر الان باز دوباره یک ابزاری شده در این جنگ، به خصوص در رسانه‌های هر دو کشور. به عنوان مثال آمریکا متهم می‌کنه روسیه رو که لیستی تهیه کرده از مخالفان خودش در اوکراین که هر موقعی که به اوکراین حمله بکنه و اوکراین رو تصرف بکنه، گفتن این مخالفان رو پیدا می‌کنه، چه اوکراینی باشن چه روس باشن بچا چه بلاروسی که الان در اوکراین زندگی می‌کنن، و گفتن که اینها رو می‌خوان به صورت هدفمند به قتل برسونن یا دستگیر و شکنجه بکنن، که هیچ شواهدی البته برای این موضوع در دست نذاشتن. گفتن که طبق اطلاعاتی که ما داریم و هیچ مدرکی وجود نداره که چرا این حرف رو دارن می‌زنن. اما از طرف دیگه روسیه هم اوکراین رو متهم می‌کنه که به خصوص در نواحی شرق استقلال طلب‌ها رو کشتار جمعی انجام داده و حتی گورهای دست جمعی وجود داره از این استقلال طلب‌هایی که توسط دولت اوکراین کشته شدن، که دولت اوکراین همون رو به شدت تکذیب می‌کنه. منتها حالا فارغ از بازی‌های رسانه‌ای و فارغ از پروپاگاندای کرده کشور در مورد حقوق بشر روش حرف می‌زنن، نباید غافل بشیم از هشدارهای نهادهای بین‌المللی در مورد همین در این مورد که اگر جنگ اتفاق بیفته هم در اوکراین و هم در کشورهای دیگه شاهد عواقب بسیار گسترده‌ای خواهیم بود. به عنوان مثال امنستی، سازمان عفو بین‌الملل، همین دو هفته پیش بود که یک نامه‌ای داد در واقع به عنوان هشدار همین نقض حقوق بشر که اگر این حمله اتفاق بیفته، که درش میگه همین الان هم با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی هم روسیه داره آسیب می‌بینه هم اوکراین، و اگر این جنگ اتفاق بیفته اوضاع از این فراتر هم خواهد رفت. شدت و وسعت تخلیه مناطق شرقی اوکراین به چه شکل خانم خدابنده؟ در چه ساز و کاری در حال انجامه؟ از همون موقعی که در شرق این درگیری ها باز دوباره شروع شد و خمپاره افکنی از هر دو طرف شروع شد، خب جدایی طلب ها، رهبران جدایی طلب ها در شرق از مردم خواستن که هرچه سریعتر مناطق تحت کنترلشون رو ترک بکنن و به روسیه برن، و خودشون هم اعلام کردن که با اتوبوس مردم رو خارج میکنن از همونجا. و حالا تصاویری منتشر شده که نشون میده به خصوص زنها و کودکان با اتوبوس دارن از اینجا خارج میشن، و از اون طرف تصاویری رو میبینیم در روسیه که گویا به فرمان ولادیمیر پوتین اصلا پناهگاه‌های بنا شده که این پناهجویی که واردش میشن بتونن فعلا درش مستقر بشن، حتی تخت گذاشتن براشون، و حتی فکر میکنم حدود $130 هم به هر نفری که وارد میشه دولت ولادیمیر پوتین داره کمک مالی میکنه. تا الان حدود 30,000 نفر رو خارج کردن از طرف شرق و به طرف روسیه بردن، در مجموع 700,000 نفر ساکنین اون مناطق هستن که باید خارج بشن اگر بخواد حمله اتفاق
بیفته. خام خدا بنده، مشهور شده که مردم اوکراین خیلی آرامش خودشون رو حفظ کردن در این شرایط. بر اساس مشاهدات شما یا در این آرامش تغییری پیدا شده؟ ببینید هنوز تحلیل رسمی که انجام نمیشه. من تک و توک میشنوم از آدمایی که مثلا پیشتر میشناختمشون، الان میخوام دوباره ببینمشون، میگن ما خارج شدیم از اوکراین، الان اینجا نیستیم یا کیف دیگه نیستیم. در سطح شهر شاهد هستم که رفتارهای مردم یه ذره نگران‌تر به نظر میرسه، بیشتر سوال میکنن، بیشتر راجبش میپرسن، از ما خارجی‌ها میپرسن که آیا کشور رو دارین ترک میکنید یا نه. بیشتر از اون میبینم که توی دعاهای دست جمعی بیشتر و بیشتر دارن شرکت میکنن. مراسم دعای یک شنبه شون رو مثلا اختصاص دادن به کسایی که توی جنگ 8 ساله با جدایی طلبایی که از طرف روسیه حمایت میشن جان خودشون رو از دست دادن. به هر طریقی به هر بهانه ای سعی میکنن همبستگیشون رو به هم دیگه برسونن. منتها چیزی که جالبه و این باعث شده که اوکراینی‌ها خیلی احترام جامعه بین الملل رو به دست بیارن به خاطرش، به خاطر اینه که سطح شهر و کلا مردم آرامش خودشون رو تا حد زیادی حفظ کردن، آماده میشن. خیلی‌ها رو می‌بینیم که دارن یاد میگیرن که چطور از اسلحه استفاده بکنن که اگر لازم شد بتونن خودشون دفاع بکنن. منتها خبری از اون تصاویری که ما در اوایل همه‌گیری می‌دیدیم اینجا نیست. در کیف حتی، شهری با 2.8 میلیون نفر جمعیت، این رو نمی‌بینیم که به فروشگاه‌ها هجوم بیارن، نمی‌بینیم که کمبود غذا وجود داشته باشه، کمبود بنزین وجود داشته باشه، یا هجوم ببرن به فرودگاه‌ها برای اینکه بخوان هرچه سریع‌تر از کشور خارج بشن. سعی می‌کنن تا جایی که می‌تونن ترس نداشته باشن، اما آماده میشن تا جایی که میتونن برای حمله احتمالی. منتها در مجموع همچنان من احساس میکنم فضاییه که مردم هنوز باور نمیکنن که این حمله اینطوری در اون حد گسترده بخواد اتفاق بیفته در سطح کشور. سپاسگزارم از شما بهاره خدابنده، خبرنگار ایران اینترنشنال در کیف اوکراین. ممنون که همراه ما در این برنامه دیدگاه بودید.